آقای ماسک میخواهد شما رو به مریخ ببرد. اما مانند هر رویا پردازی دیگه‌ای، داستان سفر به فضا و داستان اقامت طولانی در فضا و سفر مداوم و توسعه من به فضا نیازمند حضور بخش خصوصی است. اگر آقای ماسک میخواهد شما رو به مریخ ببره، به دلیل اهمیتی که حضور بخش خصوصی در صنایع فضایی داره. داستان حضور بخش خصوصی و اهمیتی که در توسعه یک حوزه داره داستان تازه‌ای نیست. تقریبا در حوزه‌های مختلف ما شاهد نمونه‌های تاریخی هستیم. برای مثال میتونیم مثلا حوزه دیجیتال یا انقلاب دیجیتال رو مثال بزنیم، زمانی که یک حوزه فناوری پیشرو تا مرزهای خودش توسعه پیدا کرد و بعد برای اینکه کاربری تجاری پیدا کنه و سودآور بشه بخش خصوصی وارد شد و شروع کرد از اون سود به دست آوردن. این فضای رقابتی، این فضای سودآور شدن باعث شدش که تکنولوژی با سرعت بیشتری رشد پیدا کنه. در مورد فضا هم داستان به همین ترتیبه. در مورد فضا شما با تکنولوژی فوق العاده گران قیمت و تکنولوژی پیچیده سر و کار دارین. این تکنولوژی پیچیده برای اینکه به نتیجه برسه نیازمند بودجه های عظیم دولتی است که از عهده یک بخش خصوصی در نمیاد. اما به محض که این داستان اندکی پیشتر رفت و اندکی جلوتر رسیدیم و به جایی رسیدیم که فناوری در دسترس قرار گرفت و فناوری ساختش برای بخش های دیگه ممکن شد، حالا بخش خصوصی میتونه از اون استفاده کنه و اون رو تبدیل به یک محصول رقابتی بکنه. رقابتی شدن این محصول باعث میشه که قیمت و هزینه تمام شده پایین بیاد. تمام پایین اومدن هزینه باعث میشه که شما بتونید راحت‌تر در واقع سفرهای بیشتری رو به فضا انجام بدید و کم کم فضا رو مسکونی کنید. وجود چهره‌هایی که حاضر باشن ریسک‌های بزرگ بکنن برای حضور بخش خصوصی و در اولین گام‌ها ضروریه. و اگر ما صحبت از ایلان ماسک می‌کنیم، نه به خاطر شخص اونه، به خاطر نقش تاریخیه که شرکت او و سابقه او بر عهده گرفته. او در واقع یک کارآفرین هست، یک کارآفرین اهل آفریقای جنوبی که به بعدا به آمریکا مهاجرت می‌کنه. شرکت‌های مختلفی رو طراحی می‌کنه، مشارکت می‌کنه. از جمله معروف‌ترین دستاوردهای او می‌تونیم مثلا به شرکتی مثل تسلا اشاره بکنیم که قرار خودروهای الکتریکی بسازه، یا کمپانی صفحات خورشیدی سولار سیتی، و از جمله شرکت آخر او، شرکت اسپیس ایکس. شرکت اسپیس ایکس فارغ از داستانی که وجود داره اطرافش، شرکتیه که با یک هدف تأسیس شده: اعزام انسان به مریخ. او اولین انسان ثروتمندی نیست که سودای فضا و حضور در فضا رو داره. نکته مهم در مورد او این هستش که فرهنگ ساخت شرکت‌های نوپایی که در حوزه تجارت الکترونیک سال‌های سال موفق بودن و در جاهایی مثل دره سیلیکون کار می‌کردن رو وارد حوزه فضا کرد. شرکتی که در واقع تمام ایده‌هایی رو که مربوط به شرکت‌های نوپای تجارت الکترونیک بود در دره سیلیکون بودن رو به ساختار ساخت راکت‌ها آورد. از بخش طراحی گرفته تا طبقه بندی تا مونتاژ راکت در یک جا صورت می‌گرفتش. و این شرکت که در سال 2002 تأسیس شده بود، سال 2008 موفق شد اولین بار یک راکتی که از صفر تا صدش در بخش خصوصی طراحی شده با حضور بخشی از مهندسین جوان و افراد با تجربه رو به فضا بفرسته. بلا فاصله و کم کم در واقع مشتریان جدیدی براش پیدا شدش و موفق شد یک قراردادی رو با ناسا امضا بکنه. ناسا که بعد از بازنشسته کردن شاتل ها در واقع ابزاری رو برای اعزام محموله نداشت و کاملا وابسته شده بود به ژاپن و وابسته شده بود به روسیه، استقبال کرد و حاضر شد بودجه رو بده برای اینکه موشک های فالکون اسپیس ایکس بتونه محموله های خودش رو به فضا و به ایستگاه فضایی ببره. گام بعدی این بودش که کپسول های دراگون توسعه پیدا کنه، کپسول هایی که قرار هستش که انسان در واقع مسافرین رو به مدار ببره. در حال حاضر فقط برای حمل و نقل مواد غذایی و محموله ها به ایستگاه فضایی استفاده میشه. فارغ از آنچه که اسپیس ایکس داره انجام میده، وجود وارد شدن یک شرکت خصوصی به بخش در واقع خدمات فضایی و از اون مهمتر انجام دادن مأموریتی مهم و اون به سود رساندن این فعالیت، نقش تاریخی اسپیس ایکس. اسپیس ایکس نخستین کمپانی خصوصی در تاریخ هستش که بابت انجام فعالیت‌های فضایی داره سود میگیره یا حداقل جلوی ضرر دادن رو گرفته. آینده اسپیس ایکس معلوم نیستش. در بخش از اساسنامه این شرکت اومده که هدف اصلی اون فرستادن زویا، حداقل آماده کردن شرایط لازم برای سفر انسان به مریخ هستش. به همین دلیل هم که اسپیس ایکس تاکنون در برابر وسوسه بازار مالی برای در واقع تبدیل شدن به شرکت سهامی آن در واقع جلوگیری کرده تا فشار سهامدارا باعث نشه از مأموریت اصلیش منحرف بشه. طراحان این شرکت و بانیان این شرکت، ایلان ماسک پیشنهاد کرده که در سال 2018 در یک مأموریت مشترک با ناسا یک کپسول بی سرنشین رو بر مریخ فرود بیاره.
افرادی که این حوزه رو دنبال میکنن حدس میزنن که این عدد خیلی خوشبینانه است و اون نمیتونه در 2018 این ماموریت رو انجام بده. اما اندکی بدتر، شاید تا 2020 ابتدای کپسول بدون سرنشین در واقع بر سطح مریخ فرود بیاد و مسیر رو برای ادامه باز کنه. مسیر آینده مسیر همکاری میان بخش خصوصی و بخش دولتی است. حالا بخش خصوصی نه تنها میتونه مشتری‌هایی پیدا کنه برای قرار دادن ماهواره در فضا یا حتی کاوش‌های دوردست، میتونه کار بزرگتری رو انجام بده. میتونه در کاوش‌های گران قیمت سرحدات عالم با ما مشارکت کنه. اگر زمان قرار باشه زمانی به اروپا قمر یخ‌زده مشتری بریم، شاید ایده در واقع استفاده از این کپسول‌های به داد ما برسه و کمکمون بکنه. همچنین این شرکت الهام بخش شرکت‌های خصوصی دیگه‌ای بوده که بعد از اون رشد کردن و شاید حتی در آینده موفق‌تر از اسپیس ایکس پیش برن. اما در تاریخ عصر فضا اسپیس ایکس به عنوان نخستین شرکت خصوصی که راه رو برای بخش بزرگی از فرآیندهای فضایی باز کرد و امکان رشد رو به وجود آورد ثبت خواهد شد. داستان بخش فضا در آینده با مشارکت دولت‌ها و بخش خصوصی به نتیجه عجیب و غریبی خواهد رسید و اون دنیای آینده نگرانه رو خواهد ساخت.